وقتی سازها با ژانر نجوم کوک میشن. بیان فناوری با زبان موسیقی به بی‌مرزی میرسه. گروهی از محققان حوزه موسیقی و مهندسی در ایران با راه‌اندازی یک نوع آفرین یا همون استارتاپ اقدام به تهیه آلبوم‌های موسیقی با رویکرد معرفی رویدادهای حوزه فضا و نجوم کردند. این تولیدات اونها رو به سمت همکاری با سازمان فضای ایران و همچنین برخی از رصدخانه‌های بین‌المللی سوق داده. اینکه این جوانان چگونه می‌خوان پدیده‌های علمی رو با 7 الفبای موسیقی به مردم معرفی کنند، سوالیه که باید آقای بیژن نوروز مدیر این گروه روح نوآفرین به اون پاسخ بدن. خیلی خوش آمدید آقای نوروز. سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی ممنون از همکارانتون و تشکر از شما. واقعا آقای نوروز، من میدونم شما هم در زمینه صدا و فیزیک به حال مدارکی دارید و همین که آهنگسازید و موسیقی رو به خوبی میشناسید. شما تا به حال چه آلبوم هایی داشتید؟ برای کجاها کار کردید؟ و واقعا برای مردم این موسیقی چطور میتونه شناساننده علم و نجوم باشه؟ حتما. ببینید، اولین دغدغه ما این بود که ما بتونیم پدیده های نجومی رو در قالب موسیقی داشته باشیم. خب این میتونست خیلی به مخاطب کمک بکنه، چون همیشه پدیده های موسیقی یا پدیده هایی که حالت نجومی دارن اگر بخواد در قالب موسیقی باشه باید یک ژانر علمی داشته باشه و ما خیلی به فکر این بودیم که تولید این کار و فرایند این کار رو به صورت علمی داشته باشیم، یعنی آرندی بکنیم، تحقیق توسعه بکنیم روی این قضیه که ببینیم دقیقا میتونیم چجوری این موسیقی رو با پدیده های نجومی بتونیم با هم دیگه مرتبط بکنیم. خب خیلی جالبه، بعضی از موسیقی رو من شنیده بودم که میتونه شخص رو به علم آموزی تشویق بکنه. بله. در این حال این موسیقی شما میتونه شخص رو علاقمند به علم هم بکنه. بله. موافقید یکی از این کارهای شما و آثار گروه شما رو با هم دیگه ببینیم و بشنویم؟ فکر میکنم برای اون با رویداد اولین عکسی بود که از سیاه‌چاله در دنیا بله، علم فیزیک گرفته شد. بله. و چقدر در دنیا سر زد. بله. این پدیده توسط رصدخانه جنوبی اروپا گرفته شد که یک فیلم یک دقیقه‌ای است که میتونیم ببینیم که شما روش موسیقی گذاشتید. بله، بله. خیلی باعث افتخار. ببینیم با هم. نهایت جالب بود آقای مهندس. میخوام بدونم رصدخانه جنوبی اروپا در واقع این ترک رو از شما خرید؟ نه، این به صورت کاملا فری لایسنس بود، یعنی ما اینو کاملا فری انجام دادیم چون خیلی به دنبال این بودیم که چون اولین مجنب. گروه موسیقی هستیم که داریم یک فعالیت بین‌المللی در زمینه ژانر موسیقی نجومی انجام میدیم و خب ما سال قبل موفق شدیم که یک آلبوم به نام جاذبه یا همون گراویتی رو داشته باشیم که یک رونمایی در ایران داشتیم. خب این کار نیازمند این بود که تبلیغات گسترده بشه، روش کار بشه. حتی ما با دوستانمون توی سازمان فضایی جمهوری اسلامی ایران صحبت کردیم، این کار رو بهشون معرفی کردیم. بله. یعنی اونها میتونن از این کارهای شما مثلا برای فیلم‌های مستند، فیلم‌های بله، سینمایی یا حتی مثلا برای دانشگاه‌ها بله. یا مدارس استفاده بکنن چون خیلی جذابیت. بله دقیقاً، ما الان در حال تولید مستند نجومی هم هستیم که در سینماها بتونیم اکران سینمایی مستند نجومی با سیستم سران داشته باشیم که بتونیم این کار رو انجام بدیم در سینماها. به جز اون ما در حال ترجمه کتاب‌های هوش مصنوعی هستیم که همراه با کتاب آلبوم‌های موسیقی هست که مرتبط به هوش مصنوعی هستش. خب ما این کار رو داریم آرندی می‌کنیم
میشه با یک زبان بین المللی. بله دقیقا برای ما موسیقی یک زبان جهانی است و میخوایم از این طریق بتونیم با ملل های مختلف بتونیم ارتباط داشته باشیم. خیلی کارتون قشنگ بود. چه برنامه دیگه ای دارید غیر از این مستند که اشاره کردید؟ مثلا من دارم فکر میکنم بعضی از حتی گردشگاه ها که ممکنه که آسمان مصنوعی درست کرده باشن و بخوان ما رو با فضاشون کنن، میتونن از این موسیقی استفاده بکنن. از شما درخواستی داشتن؟ ببینید الان در حال حاضر خب ما درخواست بین المللی زیاد داریم، ولی خب داخل کشور خودمون خب یه مقداری این باید روش کار بشه، تبلیغات بشه، فرهنگ سازی بشه. یعنی اگر موسیقی های علمی، یعنی موسیقی که میتونه دقیقاً افکار ما رو تحت تاثیر قرار بده، من فکر میکنم یه مقداری زمان میبره تا ما بتونیم به اون نقطه برسیم. خب همه اینها مستلزم اینه که شما در واقع موسیقی تو استاندارد سازی هم کرده باشید. 100%. بله ببینید ما تمام موسیقی هایی که تولید میکنیم خب از وزارت ارشاد واحد دفتر موسیقی مجوز میگیریم. به جز اون تمام تک ترک هامون و یا آلبوم هامون رو ثبت آثار ادبی هنری میکنیم. به جز اون کد ISRC یا کد استاندارد ریکوردینگ جهانی میگیریم. به جز اون ثبت های کپی رایت جهانی هم انجام میدیم. بله یعنی ما کاملا از نوت هامون تا ملودی هامون تا حتی بحث تکنیسیان و یا ریکورد هامون رو ثبت جهانی میکنیم که کاملا حقوق کپی رایت رو بتونیم اگر اینجا کمتر داریم بتونیم در جای دیگه بتونیم ازش استفاده بکنیم. خیلی متشکرم. آخرین سوالم بپرسم، آیا از وسایل موسیقی برای ساختن استفاده یا خیلیش رایانه‌ای هست؟ نه ببینید تمام موسیقی‌هایی که ما تولید می‌کنیم تمام فرایندش با تجهیزات موسیقیه. یعنی صداها رو با سینتیسایزرهای فول آنالوگ ما تولید می‌کنیم. به جز اون اگر نیازمند صداهای سازهای زهی ارکسترالی باشیم می‌نویسیم، می‌بینیم ارکسترال سیمفونیک‌ها می‌زنن و کل فرایند ریکوردمون فرایند ریکورد آنالوگ و حتی مثل دوران قدیم روی ریل‌ها ریکورد می‌کنیم، بعد ریل‌ها رو می‌کشیم روی کامپیوتر و بعد روش کار انجام میدیم. خیلی باعث افتخار شد جناب آقای مهندس نوروز از اینکه در خبر 20 شرکت کردید. خیلی ممنون. اطلاعات قشنگ، انشالله که اینها کمک بکنه که جوانان و نوجوانان علاقمندتر بشن به آموختن علم، به خصوص نجوم که درش اولی. بله دست شما متشکرم. خیلی ممنون. خب گفتگوی بود با آقای بیژن نوروز درباره ساخت موسیقی هایی در ژانر نجوم و فضا. چند خبر تصویری هم براتون آماده کردیم.